سلام برای وکس علی انکی آمده به تخمم. آقا خوشبختانه صدا و سیمای کشورمون یک نهاد و یک ارگان بسیار فرهنگ ساز و با خردیه. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ نه نیست. خب بس میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم هیچ اتفاقی نمیافته. اما خب توی این ارگان همه چی تموم و فوق‌العاده برزن یک سری مشکلات اجتناب ناپذیری هم ممکنه پیش بیاد. حالا توی این ویدیو ما میخوایم بریم سراغ یه سری از این مشکلات اجتناب ناپذیر به وجود آمده که مقصرش هم به هیچ عنوان صدا و سیما نیست البته، یه سری بزنیم و بهشون یک سری ریاکت بدیم. برای مکس قبل از که بریم سراغ ویدیو خیلی ممنون میشم که یه دقیقه وقت بذارین این چنل منو سابسکرایب کنین، یه تقه سفت بزنین به این زنگوله نوتیفیکیشن و منو تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییچ دنبال کنین. بیشتر از این زر نمیزنم و وقت گرانبهاتون رو نمیگیرم. بریم سراغ ویدیو. به حال این سوارکار انگلستان کلن بدبخترین موجودات تو این لحظات و موجودهای بدبخت، یعنی باید وانمود کنن که هیچ اتفاق نیفتاده، هیچ کسی چی ندیده و همه چی بر وقف مراده. وی او هستی، یعنی موقعیت قهرمان کشتی در انتخابات. ویکنز یعنی ضعف و ویکنز یعنی ضعف. اپورتونیتیوز. آره این آدم مثلا چند دوره رئیس که نبود ولی عضو شورای شهر تهران بوده، یعنی جدا اپورتونیتیوز. صد رحمت به آذری جرومی. I'm happy to inform you that our focus in the utilizing یعنی یوانی دیگه مغزش واقعا نمیکشه به ادامه حیات دیگه نمیکشه از هیچ. میگه اومدی مردیم ایشالله. بیتکوین من میگم ملکی بیتکوین یه واحد پول الکترونیکیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام برم کوچلبا شما بخرم به جای اینکه دلار یا ریال یا نه بابا شما بدم، میگم مثلا 10 تا بیتکوین. قیافه این آدم به کارشناسا میکنه کوین باشه مثلا بیتکوین. بعد من بهش میگم ملکه بیت ها. بعد این آدم به عنوان کارشناس اومده به ما چیز یاد بده، کسی که میگه بیت کوین. حالا اینکه خوبه، یکی دیگه میگفت بیت کورن واسه خوبشونه. به جای مغز در سرشون معذرت میخوام، یک تاپاله نجاسته. جریه بیچاره مونده نمیشه میگه بر فقط احتمالا مثلا اینجور موقع هایی همچین کارشناسه میارن مثلا معمولا فامیل اون یارو چیز هست، فامیل تهیه کننده چیزیه، نمیتونه خیلی به چیزی بگه مجریه فقط میگه بر تأسف. من که آمده نمیدونم باید چه کنم. کسب تکلیف از طرف شما بینندگان عزیز، جناب آقای حمید رحمانی عزیزم پیامک دادن و اظهار لطف کردن و محبتشون بی اندازه، لطفشون بی مقدار و گفتن که آقای اسکندری ما شما رو خیلی دوست داریم، فقط تاریخ و زمان دقیق بگو پیش ما کی میایی. قربون شما برم الان. ممنونم. بفرمایید از کجا پیامک دادید و من کجا آدرس دادید، من کجا باید بیام؟ کجا؟ قصدینه. قزوینش خیلی خوب بود. خدا تو سر تو صدا و سیما شبکه استانی هم زنده، برنامه زنده. ما شما رو خیلی دوست داریم، پیش ما کی میای، کجاست قزوینه؟ دیگه تو بده من بخورم. یعنی ان تو بیس همتون با این موجودیاتون ریدم تو حلق تک تکتون. در واقع بازار عرضه کنیم و مردم بتونن استفاده بکنن. از این جهت شاید الان واکسن نباشه، ولی از یه جهتی دیگه هم خب این واکسن چیزی که ما درست کردیم واکسنه و اینه که داره رو انسان تست میشه. بنابراین هم واکسن هست هم واکسن نیست. من تو فضا مجازی امروز میدیدم که یه چیزایی در واقع راجع به این بحث صحبت میشه، از این جهت فکر میکردم این عرض بکنم. مثل شما فرض کنید چایی درست میکنین، وقتی آب ریختین کارشناس شما بالاخره
من نمیدونم قبل از که زیر بزنه این فیس این آدم به کارشناسا میخوره این انتوله یا کن قیافه رو نگاه معلوم نی پدستگاه همه شون پارتی دارن یعنی همه شون با پارتی اومدن و هم واکسن هم و خیلی توضیح داد قشنگ بحران کرونا رو تو ایران شکافت و حلش کرد هم واکسن حالا مثالی که مقایسه میکنه با واکسن کرونا از اون جهت که واکسن الان مردم باشه تزریق کنن دیگه کرونا نگیرن واکسن نیست اما از این جهت که الان واکسن وجود خارجی داره واکسن هست آفرین به این حل بحران یعنی من ریدم تو حلقه مثل چای میمونه که بعد اول دم بکشه تا مردم این کارشن خدا پرست کیا به اینو پست داده بعد میگن چرا اینقدر وضع گهدو انه اینا وقتی میشن پستدار اینا وقتی پستداره کاربران ما باید از سواد رسانه‌ای بالایی برخوردار باشن حافظم هستش میگه که در راه نکشیم سواد در راه موجیه خوبرید بهش در راه یعنی دیگه کو اضافی نخور مال این صحبت ها نیستی میشه ماهوارت البته چی رو خوشید کاملا سیاسی و مداخله جویانا مثلا نظامیان دیدم همیشه کلا هم این ور هم اون ور هم بهتون قول هم شبکه ماوره هم صدا اونایی که میان به عنوان کارشناس همشون بدونی 99% تو مغزشون یه تاپاله نجاسته برو بمیر بی پدر و مادر ستاره آرایی کرد برای شما ستاره چرا پیر نمیشه چرا از سنش خجالت نمیکشه صدا و تصویر چشم نواز و گوش نواز باشه برای همه شما البته انرژیش خوبه ولی دیگه کسخل شده هر جا بخواید میره حتی من میتونم بیام اینجا خونیگری ها چی آخه حرکت میکنه بریم ببینیم چیکار میکنه به جان خودم این قبل اجرای چیز میزنه این امکان نره یه مردی در حالت عادی هم چه حرکاتی بزنه چطوری فهمیدی این صدا رفویم چیز خودش معلوم نیست شطور صدا پرش داره سکون میخو ببین اینقدر هایپره میره این ور اون ور یه چیزی میزنه در حالت عادی اینقدر هایپر نیست آدم شطور صدا پرش داره چشمش شطور باید بالا نمیدونم چی میزنه ولی هرچی از ساقیشو میخوام میپرستم اون ساقی رو تو این سن و سال انقدر آدم هایپر رو خوب میکنه قد ان چیز خوبیه چیز بدی نیست یه لایی میده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فرض کنید درست کردم خیلی لایی میده با پروتکل‌های بهداشتی به بازی کن عشق منه یه دوستی داریم مشترک دکتر علی ایرانی سلسله خوبه من یه عکس گرفته بود با شاهرخ خان دکتر فیزیوتراپیست هستم رفتم اونجا چقدر اون انسان خوبه ببین شاهرخ خان خیلی باحال یعنی خیلی افتاده است من خیلی دوستش دارم شباهت ریزی هم انگار تکره داره نه چجوری نگاش میکنه چجوری نگاش میکنه شاهرخ خان یو شاهرخ خان مای نیم از مارو خان زن مارو خان خوالش در اون اوه نفس خوالش مارو خانه خیلی خوب هم پورن کوچکی من از این اندازه یه اسپر از موقعی که اسپرم بودم اما پرنگ رو دنبال میکردم میدیدم هنوز که هنوزه وضعی وقتا یه اتفاقی میبینمش واقعا تا آخر برنامهشون خیلی دوستش دارم بکیرم الان من چیکار کنم ارتباط با بیتکوین بیتکوین ها این بود گفته بیتکوین وزیر مملکته بیتکوین آره گوه خوردی کارت گرافیک تو بازار نیه با کارت گرافیک قیمت 4 برابر شده همه به خاطر بیتکوین استخراج بیرویه بیتکوین توسط شما و چینی ها بیتکوین وزیر مملکت بیتکوین وزیرم نیست رئیس دفتر رئیس جمهور دیگه بدتر چند تا مگه چیز آویزون چند تا هاشفه یه دونه هاشف فصل میکنن اونم دیگه چه خبره چونش رگ برگ شد این همه چیز آویزونش کردی خب چیه داستان تیپ یارو هم خیلی خوبه پیرن صورتی با کراوات خاکستری اوکی مردم به این رسیدن که خودروسازی و قطعه‌سازی ایران به یک شرایط بهره‌وری و ارزانی قیمت رسیده داره خود رو ارزون بهشون میده خواهشن یه تشکر کوچیک بکنم و نمیم آقا
این حجب از حرومزاده بودن توی آدم نمی گنجه. میگه تشکر کنیم به خاطر خود، اولا ارزون و کیر خر. یه پراید 150 میلیون میشه مثلا چند دلار؟ 150 میلیون میشه خیلی دلار، میشه 3000 دلار. 3500 تا با 3500 دلار میتونی واقعا یه خودروی خوب بخری، 3500 دلار میتونی یه جای دیگه ماشین درست حسابی بخری، نه پراید ان که من توش میگوزم احساس میکنم الان چپ میکنم، واقعا من با ترس توی پراید میگوزم. باید بهمون بر بخوره، وقتی بارون میاد آب خیس میشم من تو ماشین. تشکر کنم ازت، تشکر از یه اعضای خانوادت میکنم. شما قیمت 15,000 دلار رو برای 26 گفتید. آه این من دیدم این برنامه، این موجی اومده بود میگفت با 15,000 دلار شما میتونید اون ورد. یعنی اینا هر اینا فکر میکنن مردم یه گاون. دور از جون تو فکر میکنن مردم گاون. هیچ حالیشون نمیاد، میگه آره 26 اون بر 15 دلاره. بعد موجی هم وسط برنامه رید بهش گفت با 15,000 دلار میتونه این ماشینا رو بخره. ببین من قیافش دیدنی نیا. انواع ماشین ها رو برای ما فرستادن. تویوتا یاریس 2018 15000، تویوتا یاریس 2018 15000 دلار، شورلت 2018 15000، شورلت ماشین آمریکایی 2018 15000 دلار، فیات 500 15000 دلار، میتسوبیشی میراج 15000 دلار، فورد فیستا 15000 تا. یعنی دارن میگن که با اون 206 که شما میخواید حساب بکنید الان خیلی ماشین بهتری تحویل مردم میشه تو دنیا. لزومن این ماشینی که فرمودید بهتر از 206 و 207 نیست. خدایا چقدر وقی داره میگه تویتا یاریس 2018 لزومن بهتر از 206 ما نیست. پدرمون رو در آوردن. یعنی ایران خودروی گوزو میاد میگه آقا خیلی چون آدم میسوزه 15000 دلار برو 206 میدی، بعد میگه 15 سکت رو آقا جون. ای برندان مکنه زاهد حالا بیت اول شدم بیاد عرض میکنم بری بیت آخرش میگه حافظ اگر اگر خلاصه اگر جامی به کفاری خب ادامه نده. یه تیکش که به افق خیره شد شعر یادش بیاد، یاد سکو جویی اونه که پرنز دایدن جویی هست یه تکنیک داشت اسمال دو فار تکنیک. اتفاقا خیلی اجتماعم خوبه، خیلی خیلی هر چی بگم کم گفتم، محیطش اعتباراتش همه چیش خوبه. ترام و انگلیس و اینا فقط یه شیطان یه بشکه گو گذاشته جفتشون هی میخورن. دلم میخواد من یکی برم داخل آمریکا. همین چهری بگم راست نمیدن داری گوه میخوری. چرا بنده های خدا شما که اصلا دین ندارین، هم یزیدین هم شمرین. فقط تو هستی که صافت حاصل یک آدم تفکرات مغزی آدم که کاملا شستشوی مغزی داده شده میشه این. این آدم دیگه قدرت فکر نداره، هر چی که تو سرش بکندن حالا یا جای مختلف یا اطرافیانش اونو داره بیان میکنه و دلم حالا این آدمو میسوزه. من کجا فشار میدم؟ من قسمت اینجای دستمو فشار میدم. قشنگ سینه میگیره و کاملا ببینید قسمت حاله، قسمت بالا قشنگ دیده میشه، قسمت پایین کاملا تو دهان بچه. آیدو تو 30 ثانیه دیگه جمعش کن، خیلی زایه است. خیلی خوبه داره فرهنگ سازی میشه، ولی آخه صدا و سیما فرهنگ سازیش هم رینده. یه مرد گنده سیبیلی رو آوردن، یه ممه گرفته دستش میگه این قسمت ممه رو فشار بده بگو آ. این ظاهر فریدین با این فرهنگ سازیتون، یعنی نه فهم فرهنگ سازی نکردنتون یه غمه، هم فرهنگ سازی که بگم هم فرهنگ سازی کردنتون یه غمه. شعر حفظ کرده آقای پیروز؟ موسیقی حفظ کرده. موسیقی حفظ کرده یعنی چی؟ والا یه موسیقی رو مگه حفظ کنم؟ نه یه کاری که با دهنم مثلا بزنم نخونم، یعنی صدا نمیفهمم. یه ذره بیشتر توضیح. والا یه صدایی که آهنگ بزنم. آهنگ بزنم؟ با دهن شاهن بزنم. یه دفعه آدم شگفت زده میشه. بفهمید یعنی به عنوان استعداد داره نمایش میده، خدا زنش هم اسکولش کرده. اجمان بازقی جلو خودش رو گرفته نرینه به یارو.
منش هم دوره هم میشینن با دوستاشون خدا اسکولش میکنه من خدا مرد رو چون زنه اولش گیر داد که بخون صدا رو در بیار عمو ببینه پشمان ببینه گو تو توریست ریدم دهنه با این زبان گو تو توریست ان تلویزیون ان تلویزیون پلیز گو تو مال یزم خاک تو سرتون یزد این همه توریست میاد یه خبرنگار هم بذارین که برای وکسین هم از این خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره عاشقتونم دوستتون دارم تا ویدیوهای بعدی بدرود.